سلام، روفی هستم با پرشن اوارتز. مهمان امروز برنامه من صدا بردار هستند و در زمینه دوبلری و مدیریت دوبلاژ سینما و تلویزیون فعالیت‌های بسیار درخشانی داشتند. احمد کاظمیان، خوش آمدین آقای کاظمیان. مرسی، ممنونم از شما، از برنامه خوبتون. متشکرم که منم دعوت کردین که باهاتون مصاحبه داشته باشم. در خدمتتون هستم. ما هم از شما سپاسگزاریم که تشریف آوردید به برنامه ما. آقای کاظمیان در زمینه مدیریت دوبلاژ و صداگذاری مهندسی این رشته را دارن و همچنین در زمینه میکس و مسترینگ هم مهندسی دیگری دارن و البته ایشون مهندس عمران هم هستن. ما میخواییم با ایشون شروع بکنیم که خودشون رو معرفی کنن که از کودکی چی کار کردن، کجا به دنیا اومدن و کم کم بریم به فعالیت حرفه ایشون برسیم. بفرمایید آقای کاظمیان. متشکرم از شما، ممنونم. من متولد سال 59، اسفند 59، توی یکی از شهرهای استان خراسان شمالی به نام شیروان و از سال 77 اومدم تهران. یکی از چیزهایی که باعث شد من به سمت کارهای مثل کارهای عمرانی یا کارهای صدا برداری و صدا گذاری بیام، در واقع ایجاد خلاقیت، ایجاد به وجود آوردن چیزی که در واقع تولید کردن، خلق کردن، همیشه باعث می شد که من به سمت این کارها برم. یه دوره کوتاهی سال 79 به عنوان کارمند پژوهشکده علوم پزشکی مشغول به کار شدم، ولی دیدم که من برای کارهای کارمندی ساخته نشدم. اینکه 8 صبح میرم سر کار، 4 کارم تموم میشه بیام خونه، در واقع از نظر روحی اون خواستهای منو برآورده نمیکرد. به خاطر همین تقریبا از سال 82 بود که گرایشم به سمت کارهای هنری رفت. توی حالی کلاسای به صورت آزاد کارگاهی بازیگری مشغول به فعالیت شدم تا اینکه سال 83 و 84 بود که دیدم آگهی‌های در رابطه با دوبله توی روزنامه هست و جذب شدم. رفتم اونجا، در واقع ثبت نام کردم، تست دوبله رو برگزار کردم و مشغول به فعالیت شدم. کارآموز بودم استادی به نام آقای امین الیاسیان و آقای علیرضا ارشادی که با اینا مشغول به فعالیت شدم و طوری که من کار قبلیم که تحصیل داری بود اونو گذاشتم کنار و کامل اومدم به سمت کارهای صدا. خب پس شما در واقع مهندسی عمران را گذاشتین کنار و اومدین سراغ صدا، درست میگم؟ در واقع نه، اون موقع مهندسی عمران نداشتم. اون موقع که براتون گفتم سال 70 کارمند بودم، آخرین سال پیش دانشگاهیم بود. آها. که با توسط یکی از مهندسین عمران داشت یه ساختمان جهاد دانشگاهی رو داشت بازسازیش میکرد و من گفت که میخوای کارمند باشی سال آخر کارت؟ من گفتم آره چه بهتر. من با توجه به اینکه رشتم تو پیش دانشگاهی هم علوم تجربی بود، رفتم و وارد شدم. به اتفاق تجربه خیلی خوبی بود، چون دیدم واقعا من برای زمینه کارمندی ساخته نشدم. بله. و بعد تقریبا 3 ماه بود که اونو گذاشتم کنار و اومدم سر کلاسای دوبله. یه دوره به عنوان کارآموزی تو کلاس شرکت کردم و کم کم تجربه‌ام که رفت بالا جذب شدم و بازم تو همون زمینه دوبله گویندگی دیدم بازم برای دوبله ساخته نشدم، بیشتر به خاطر صداگذاری، صدا برداری و بعد دیگه تجربه‌ام که رفت بالا مدیریت دوبلاژ و این کارا رو انجام دادم. خب حالا ما قدم به قدم در مورد همشون صحبت می‌کنیم. پس شما اینو بپرسم که چه سالی شما داشتین عمران می‌خوندین در دانشگاه؟ خب همین می‌خوام، سال 89 بود که من برای عمران شرکت کردم در واقع دانشگاه و عمران قبول شدم. از کار صدا برداری تقریبا بعد 7 سال یا 8 سال میخواستم کنار بذارم برم سراغ عمران، چون کار عمرانی رو کاملا دوست داشتم. یه سریالی شروع شد به نام سریال گریز آناتومی به مدیریت دوست خوبمون استاد کوروش زارع‌پناه و من تقریبا دو دوره تابستون بیکاری بودم که میخواستم تقریبا کار صدا برداری همه رو دیگه تموم کنم و برم سمت دانشگاه. ایشون خیلی پایه بود که بیاین شما صدا برداری این کارو انجام بدید. من به عنوان تقریبا 2 هفته به عنوان مهمان براشون رفتم صدا برداری کردم و انقدر سر من خون که بیا صدا برداری ادامه کارو بده، چون اون موقع که ما کار میکردیم سال 89 6 تا سیزن داشت، هر سیزنی 25 قسمت 45 دقیقه‌ای.
ما یه ترم از دانشگاه در واقع مرخصی گرفتیم و همون یه ترم مرخصی گرفتم بماند تا اینکه دیگه من کامل باز دوباره عمران انصراف دادم و سال 90 رفتم مهندسی صدا شرکت کردم تو دانشگاه فنی حرفه‌ای. آره، دوره مهندسی صدا در واقع صدا برداری استدیو، کاربردی استدیو، صدا برداری و بعدش هم که دوره میکس و مسترینگ رو گذروندم. سال 95 دوباره برگشتم عمران. خب خیلی ماجراجویانه بوده تحصیلاتش. آره، و خدا رو شکر حالا دیگه مرایلش دونه دونه پشت سر گذاشتم و سال دقیقا از پارسالم که به لطف دوست خودمون آقای صبحان اکرامی به عنوان استاد دانشگاه تو دانشگاه خبرگزاری فارس دارم تدریس میکنم. بله، بسیار عالی، ممنونم. جناب کاظمیان، من کارنامه شما را جای مختلف دیدم، ورق زدم و دیدم که شما بیش از 500 اثر کار کردید در زمینه یا زمینه های دیگه سریال ها و انیمیشن ها و مختلف. میشه یکم در مورد این کاراتون بگین که در چه زمان های این کار را کردین و یه نمونه هایی که شاخص هست برامون مثال بزنید؟ آره، با توجه به اینکه سال 83 وارد شدم، اون زمان دوره‌ای بود که کارهای انیمیشنی جذابی مثل آیس ایج، فورتون و خیلی از این کارهای جدید مثل کارهای سیندرلا اینا که وارد می‌شد، کلاً اون موقع دو تا گروه بود که خارج از سندیکای دوبله کارهای دوبله رو انجام میداد. گروه در واقع موج بود که با مدیریت امین الیاسیان داشت کار می‌کرد و یه گروه بود به اسم گلوری که آقای مرتضی رئیسی داشت کار می‌کرد و تقریبا همین دو تا گروه بودن که داشتن کارهای انیمیشن خارج از سازمان سندیکای دوبلاژ ایران رو داشتن فعالیت میکردن. و بعد اون به مرور که خب سالها گذشت، گروه‌های خیلی جدیدی اومدن. الان میتونم بگم شاید نزدیک 50 تا گروه هن. اون موقع فقط دو تا گروه بودن و تمام گروه ها مشغول فعالیت هستن، حالا با رتبه‌بندی‌های مختلف، کیفیت‌های مختلف. بعدم با دوستان خوبی مثل آقای محمد رضا علی مردانی آشنا شدیم و بود پروژه هایی که شاید مثلا کاری به اسم آیس ایج 3 رو شاید من برای دو تا گروه یا حتی گاهی وقت سه تا گروه من صدا گذاری کردم، یا بوده پروژه هایی که دو بار اصلا دوبله انجام دادیم. و یه چیز حولش بین 7 تا 9 سال من به عنوان در واقع دستیار مدیر دوبلاژ، به عنوان کارمند صدا برداری یا به عنوان میکس و مسترینگ کننده کنار دوستانی مثل آقای علیرضا ارشادی، محمد گلارا، پرویز جودیری، آقای پارتیا زرینمین، دوستانی که نام میبرم اغلب دوستانی هستن که از کسایی بودن که ابتداترین کارهای دوبله رو خارج از سندیکا شروع کردم. با این دوستان شروع کردم، شاگردی همشون رو کردم و از تقریبا سال 89 به بعد بود که با اومدن تو پروژه گریز آناتومی و بعد اونم که دیگه سال 90 خودم استودیو سکوت رو برپا کردم، دیگه مدیریت دوبلاژم شروع شد و یه چیزی حولش 500 تا کار با این اساتید کار کردم. بعد از اونم نزدیک 500 تا کار خودم تنهایی، حالا تو زمینه سریال های انیمیشنی، فیلم بوده و مستندهایی بوده که به عنوان مدیر دوبلاژ یا صدا بردار مشغول به فعالیت بودم. خیلی تعداد زیادیه و میشه چند تاش که شاخص تره به نظرتون خیلی براتون جالب تر بوده برامون نام ببرید؟ آره، از جمله سریالی خیلی خوبی که من مدیریت صدا برداریش به عهده داشتم میگم، یکیش همون سریال گریز آناتومی بود که از اون موقع ام بی سی پرشیا فکر کنم پخش میشد. بعد از اون سریال خیلی خوبه دیگه که من خودم کار کردم و مدیریت کردم، سریال ریدانوان بود که یه مقدار بروزتره، تقریبا الان 7 سیزن اومده و در حال حاضر هم داریم سیزن 7ش رو کار میکنیم. بسیار سریال سوپرگر بوده که الان مشغول به فعالیتیم داریم کار میکنیم. از انیمیشن های خیلی خوب که میتونم بگم، انیمیشن های حالا به صورت سینمایی، انیمیشن هایی که سیندرلا بوده، آیس ایج بوده، هورتون و بعد از اون انیمیشن های سریالی مثلا کاسا گرانده یا انیمیشن خانواده شلوغ. بله، و خیلی انیمیشن های خوبی که من کار کردم. بله، بعد من میخوام بپرسم که تو این کارهایی که انجام میدین، خب بله، اخیرا خودتون یه استودیو زدین، استودیو سکوت، و اونجا دارین کار انجام میدین. بله، کسایی که میخوام با شما کار کنن، البته من صداهای خیلی آشنایی هم دیدم که در کارهای شما استفاده میشه، میخوام ببینم که چطوریه که شما میتونین بعضی رو انتخاب کنین، چه پروسه‌ای داره و چه کارهایی انجام میدین که بتونین دوبلرهای خودتون انتخاب کنین. آره، بخوام از مراحل ابتدایی که یه کار به عنوان کاری که داده میشه به عنوانی که بخوایم دوبلش کنیم،
ابتدای مرحلهش مرحله ترجمه است. یعنی شما وقتی کاری که بهتون داده میشه، حالا تکست انگلیسی داره یا به زبان‌های مختلف دیگه، لیسنینگ باید ترجمه بشه، معمولا به مترجمای حرفی، مترجمایی که با بحث دوبله آشنا هستن، یعنی از اصطلاح علائم یا از اصطلاحاتی که توی دوبله ما لازم است استفاده کنیم از اینا استفاده میکنن، چون مترجمای خوب زیادن ولی مترجمایی که کار دوبله رو انجام داده باشن کم. بعد از مرحله ترجمه ما یه مرحله داریم به عنوان سینک زدن. معمولا مدیر دوبلاژ‌ها با توجه به جمله بندی، با توجه به حسایی که توی جملات هست، میان جملات رو برای گوینده‌ها آماده میکنن. بعد از اون مرحله یا همزمان با اون، انتخاب صداها انجام میشه روی کاراکترها و با توجه خود رو شوید با توجه به گوینده های متعددی که الان هست، گاهی وقتا برای یک نفر تا چهار تا پنج نفر میتونن اون نقش رو بگن. حتی دو گروه های مختلف هم ما اینو داریم. یک کاری داده شده مثلا چندین دوبله میخوام برای سایت های مختلف یا وی اودیو های مختلف، و با توجه به مدیر دوبله هاشه که دارن اون کار رو انجام میدن، گوینده های مختلفی رو انتخاب میکنن براش و اون کار دوبله میشه. بعد از مرحله هماهنگی و دوبله انجام دادن، ما دوبله ها رو معمولا به دو صورت انجام میدیم، دوبله پارتنری و دوبله تک. الان با توجه به داستانی که کرونا اومده و یا به خاطر سرعت کاری بالایی که خود اون دوبله باید توسط یه شخص انجام بشه، به صورت تک داریم دوبله میکنیم و بعد از اینکه کل گوینده ها کارشون رو انجام دادن و دوبله تموم شد، بعد میرم سراغ مرحله بانسازی، صداگذاری و بعدش هم میکس و مسترینگ و خروجی فاینال کار که حالا به وی او دی ها یا به کارفرما تحویل داده میشه. بسیار عالی، خیلی پروسه به هر حال طولانی هستش و میخوام بدونم که در زمینه مترجمایی که فرمودین اول باید اون کار رو انجام بدن، آیا این مترجمان به هر حال برای شما به راحتی قابل دسترسی هستن؟ آیا انجمنی وجود داره که این افراد ثبت شده باشن؟ شما فرمودی که خودتون یه سندیکا مثل این که دارین، درسته؟ بله، یه ما در واقع یه انجمن گفتار فیلمی داریم به عنوان حالا به عنوان دوستانی که بیرون از انجمن دارن کار میکنن، به عنوان سندیکای دوبله میشناسم که سالهای 83 و 89 عضوهایی رو به عنوان دوبلورها در واقع پذیرفت. یه تعداد از دوستان شرکت کردن، یه تعداد از دوستان نتونستن برن و راستش رو بخوام بگم به عنوان یه انجمن صنفی ما هنوز نداریم، واقعا یه انجمن صنفی در رابطه با دوبلاژ ایران نداریم، چون یه اختلافی بین سندیکا و جوانایی که اومدن دارن کار میکنن و خب آخه جوانا دوستان خیلی زود پیشرفت کنن، دوست ندارن حالا تجربه رو تو سالیان دراز در واقع کسب کنن. خیلی دوستان به یک سال نرسیده به عنوان مدیر دوبلاژ، به عنوان دوبلر خوب شناخته بشن. انجمن یه خورده کوچولو اینو داره میگه که نه، شما باید بیان تجربتون رو بیشتر کنه، حق هم دارن، چون بعضی از این اساتید بین 50 تا 60 شاید هم بیشتر از 60 سال دارن کار دوبله انجام میدن و خب کسی که جدید اومده و میخواد تو یه سال، دو سال، سه سال بیاد به عنوان مدیر دوبلاژ باشه، یه مقدار تجربه کمی داره. و ما تو این دوره‌هایی هم که بوده تقریبا سال 90 تا الان، تو این 10 ساله چندین بار رفتیم وزارت ارشاد یا در واقع وزارت کار، بهشون پیشنهاد دادیم که انجمن صنفی رو داشته باشیم، ولی متاسفانه به خاطر ناهماهنگی‌ها، به خاطر اینکه عدم قبولی همدیگه رو قبول نداشتن و از این داستانا باعث شده که انجمن صنفی عقب بیفته. ولی بیشترین مترجمه که توی زمینه کار میکنه، حالا به واسطه آشنا بودن یا به واسطه یه تجربه کاری یا سالیان سالی که همدیگر رو میشناسیم، از این طریق با همدیگه داریم همکاری انجام میدیم. این سندیکایی که فرمودین چند سال پیش تشکیل شد، آیا هر کسی که کار یه باید یه لایسنسی داشته باشه که بیاد عضو این انجمن بشه؟ یا نه، انجمن گفتار فیلم بالغ بر 50 ساله داره کار میکنه. ولی هر کسی میتونه عضوش باشه یا اینکه میتونه عضو بشه؟ باید یه مراحلی داره دیگه، باید اونا رو بگذرونه یا یه شرایطی داره. حالا مثلا فکر میکنم لیسانس بیشتر از 27 سال نباید بشیم. اینا شرایطی که اونا گذاشتن و به عنوان حالا دوبلورها و یا دوستانی که میخوام باشون همکاری کنم میرن توی مراحل تستشون شرکت میکنن. ولی نه، ما میخواستیم یه انجمن کلی تری داشته باشیم، در واقع انجمن صنفی که بعضی از اساتید با ما همراه شدن، ولی خب متاسفانه وزارت کار میگه که شما الان دو دسته این و اینو قبول نمیکنه، میگه باید یه گروه باشین که ما بتونیم برای کل گروهتون یه کاری بتونیم انجام بدیم. و هنوز تو کش و قوس این داستان هستیم که بتونه این انجمن تشکیل بشه، این صنف تشکیل بشه. در واقع انجمن میشه به راحتی تشکیل داد، ولی صنفه، ما میخوام صنف باشه که این صنف رو بتونیم در واقع راه بندازیم و
همین شرایطی که مترجم ها عضو باشن، صدا بردار ها عضو باشن، حتی صدا گذار ها، بانسازا، چون الان کارا به صورت تفکیکی داره انجام میشه، داریم دوستانی که فقط دارن کار صدا گذاری انجام میدن و یا فقط دوستانی که کار صدا برداری انجام میدن و اینا رو همه رو بیانیم توی یه صنف، همه یه جا باشن، حالا بر اساس اینکه چه درجه‌ای دارن، چه رتبه بندی دارن، میشه براشون یه تعیین در واقع سطح کیفی انجام داد. و این صنفی که شما میخواین تشکیل بدین، انجمن صنفی، دیگه چه امتیازاتی میتونه برای شماها به عنوان متخصصین این کار داشته باشه یا هره. هر کسی که جزء این صنف باشه؟ درسته. به نظر شخصی من دو تا از چیزهای خیلی خوبی که میتونه داشته باشه، یکیش بیمه هنرمندانی هست برای دوستانی که دارن فعالیت میکنن و یکیش هم در واقع این که شما عضو یه جایی هستین که حداقل به عنوان سابقه کاریتون یا به عنوان این که شما یه مدرکی دارین از این که مثلا من دوبلورم یا من مدیر دوبلاژم یا من صدا بردارم، صدا گذارم یا مترجمم که تو این سن مشغول به کار هستم، که متاسفانه ما در حال حاضر همچین چیزی نداریم. الان من همکارانی دارم که بالای 15 ساله دارن تو این زمینه کار میکنن ولی نه هیچ جا شناخته میشن، نه کسی اصلا میدونه حرفه اینا چی هست یا دارن چه کارهایی انجام میدن، و ولی خب مشغول فعالیت ندارن و همچنان دارن کار میکنن. بله. و یکی از مشکلاتی که شاید در این شغل هست اینه که شغل پارت تایمی هستش، یعنی کسی استخدام نمیکنه شخص رو. آره دیگه، ما تمام الان همکارانی که دارن با ما کار میکنن به صورت پروژه، واقعا استخدام کارمندی یا استخدام دائم کسی نداره، به صورت اغلب پاره وقت یا به صورت پروژه داریم با ما همکاری میکنیم و سالیان سال هست. میگم دوستانی که بالا بر 15 ساله من میشناسم دارن این کارو انجام میدن و حالا تو گمنامی دارن این کارو انجام میدن و دارن میرن جلو. آقای کاظمیان، صنعت دوبله ایران فکر میکنید نسبت به استانداردهای جهانی در چه مکانی قرار داره؟ من همچنان قبول دارم که دوبله ما با توجه به اساتید خیلی خوبی که داریم هنوزم جزو رتبه های یک دنیاست. تو این سالهای اخیر میتونم بگم یه مقدار به لحاظ کیفی اومد پایین، چون سرعت کار رفته بالا و در واقع دیجیتال نرم افزارهای جدیدی که اومده خیلی کمک میکنه که سرعت بره بالا، ولی میگم به لحاظ اینکه عدم قبولی همدیگه یا اینکه شاید بودن ویودی های بیشتر باعث شده که کارهای خروجی بالاتر بره، نسبت به قبل اون حساسیت و کیفیت اومده پایین تر، ولی خب اساتید ما همچنان دارن حرفه‌ای دارن کار میکنن توی زمینه. حالا جوان ها، خب جوانای جدیدی که اومدن دارن کسب تجربه میکنن از اینا، چقدر خوب میشد که میگم کاش میتونستن همه توی یه گروه توی یه صنف کار کنن کنار هم دیگه، چون باعث میشد که به قول دوستان میگن کنار حرفه‌ای ها آدم حرفه‌ای تر میشه. کسب تجربه از این اساتید بودن در کنارشون خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم سطح کیفی دوبله ایرانو دوباره برگردونیم به سالهای قبل که جزو نامبر وان ایران دنیا بود کامل. شما فکر میکنین چه راهی وجود داره برای اینکه همه اینا رو گرد هم بیارین و چرا این اختلاف و این دو دستگی هست؟ آره میگم یکی از چیزهایی که باعث میشه همیشه این دو تا گروه از هم جدا کار کنن عدم قبولی همدیگه است. سندیکا دوست داره که بچه‌ها شاید گاهی وقتا به مدت یک سال دو سال به عنوان کارآموز برن، ولی خب میگم پیشرفت دنیا کلا، پیشرفت جوان ها به این سمته که نه شاید من میخوام یه سال مدیر دوبلاژ بشم، اونا میگن نه شاید گاهی وقت 10 سال نیاز دست به اینکه کسب تجربه کنید، خیلی از چیزها مسائل ریز دوبله رو بدونید و بعد وارد این بشید که مدیر دوبلاژ بشید. ولی در حال حاضر میبینیم دیگه دوستانی که حتی به یک سال هم نرسیده اومدن چند تا پروژه دست گرفتن و به عنوان مدیر دوبلاژ خودشون رو دارن حتی گاهی وقتا مقایسه میکنن با اساتید دوبله و خب اونا هم قبول نمی‌کنن دیگه. یکی از بزرگترین مشکلاتمون همین است که اساتید خب اینا رو قبول ندارن، میگن که نه شما کسب تجربه باید بکنید، باید باشید بین حرفه‌ای یا باید بدونید، ولی خب جوان هم از این ور مصر به این که نه ما این کارو نمی‌کنیم و این دو دستگی همچنان باقی است دیگه. حالا تا که خدا میدونه که همدیگه رو قبول می‌کنه. حالا منم نمی‌دونم. خب البته این تفاوت بین نگرش نسل جوان و نسل قبلی همیشه وجود داشته و یک چالشیه اصلا برای جلو رفتن دنیا، یعنی دنیا پیشرفت می‌کنه وقتی اختلاف نظر بین نسل قبلی و نسل جدید هست. انشالله که برطرف میشه. آقای کاظمیان، این برنامه‌ها یا دوبله‌هایی که ایران انجام شده، حالا چه شما چه افراد دیگه تا به حال در انجام دادن، هیچ کدوم از اینها در سطح جهانی مطرح شده که جایزه یا تقدیرنامه یا تشویقی بگیره؟ من چند تا از انیمیشن ها رو میدونم، حالا
در حد اطلاعات عمومی میتونم مثلا انیمیشنی بودی مثل فیلشاه یا انیمیشن تهران 1500، چند تا جشنواره هایی که حالا نه به صورت کامل تو جشنواره های جهانی که رقابت باشه با اونا، ولی چندین جایزه رو از حالا جشنواره داخلی یا جشنواره های کودکی که گاهی وقتا توی اصفهان برگزار میشه جایزه گرفتن. متاسفانه میگم ما یکی از بزرگترین مشکلاتی که توی زمینه در واقع کار دوبلمون داریم استفاده از ابزارهای جدید و پیشرفته است که توی ایران یا شاید حتی مثلا پایتختمون تهران خیلی استودیو کمی هستن که به صورت دالبی صداگذاری کار انجام میدن، ولی در حالا مثلا کارهای انیمیشنی که توی هالیوود یا کشورهای خیلی پیشرفته اروپایی داره ساخته میشه، این کار به صورت 5:1 توی سینماهای بزرگ، ما الان هیچ استانداردی برای کار مثلا پخش 5:1 توی سینماهامون نداریم و صداگذارا خیلیشون درگیر این داستان هستن که کارو 5:1 یا در واقع صداگذاری کنن یا به صورت استریو باشه، و این یکی از بزرگترین مشکلاتی هست که مثلا توی پخش کارهایی که تو سینما پخش میشه یا در واقع صداگذاری که انجام میشه ما همیشه باشیم مشکل داشتیم که کار به صورت استریو باشه یا 5:1، چون اغلب کارهایی که الان از طریق حال سایت ها یا کارفرماها داده میشه به گروه های دوبلاژ کارهایی هست که لاین های 5:1 صدا رو داره و میشه رو اونا کار کرد، کار به صورت 5:1 خروجی داده بشه، ولی ما چون زمینه پخش خیلی خوبی در زمین این در واقع تجهیزات در واقع صدا برداری صدا گذاری که تو سینما هاست نداریم، این باعث شده که هنوزم تو همون کیفیت استریو و یا گاهی وقتا فیلم متاسفانه به صورت مونو همچنان کار داره پخش میشه و کار میشه و این باعث میشه نتونین در سطح جهانی شاید مثلا رقابت کنین. آره متاسفانه که در حالی که یه وقتی به سطح رقابت جهانی نمیرسه همین کار در واقع انجام دادن کار با کیفیت پایین تر است. حالا هرچند که باید وقتا صداگذاری دارن زحمت های خودشون رو میکشن در سطح جهانی هم دارن کار میکنن، ولی واقعا ما الان خیلی کم پیش میاد کسی که داره یه کار انیمیشن رو به صورت سینمایی انجام میده بره توی سینما اینو تست کنه یا بره توی آمفی‌تئاتر بره این تست کنه، فقط دارن تو همون استودیوی صداگذاری خودشون دارن کار میکنن و این به نظر من یکی از نقصهای کار هست دیگه، بوده کارهایی که مثلا برای حالا کار سینمایی بوده که صدا گذاری شد و من خودم چندین مورد موضوع داشتم که صدا گذاری کردم رفتیم مثلا تو سینما دیدیم خیلی تفاوت داره با اون چیزی که ما توی استودیوها داریم انجام میدیم. درسته توی سینما آره پخشش مشکل داشته یا مثلا دیدم از نظر بالانس صدایی لول صدایی یه گین صدایی خب متفاوت بوده با اون چیزهایی که من توی سینما شنیدم نسبت به استودیویی که دارم صدا گذاری میکنم و میگم آره عدم تجهیزات به روز، عدم استفاده درست از این ابزار باعث شده که ما تو رقابت جهانی مقدار کم باشیم. آقای کاظمیان قبلا حالا در سالهای پیش شاید دهه های پیش خب این همه استودیوی صدا برداری صدا گذاری شاید وجود نداشت تو ایران و بیشتر کارها تحت پوشش صدا سیما یا یک سازمانی بوده که این امکانات رو داشته. آیا فکر میکنید که این گذری که از روند حالا در اختیار یک گروه خاصی این صنعت دوبلری بودن تبدیل شده به گروه های خصوصی هم این کارو میکنن، چه مزیت ها و چه نقاط منفی برای کار دوبلری داشته؟ خب از مزیتش میتونم بگم که خب همین که آدم‌های جدیدتر، آدم‌های زیادی تو این کار مشغول فعالیت هستن باعث میشه که خب رقابت بین جوان‌ها، رقابت بین دوستانی که حتی تازه وارد این کار میشن بیشتر باشه، ولی از یه طرفی هم همین رقابت بیشتر فقط برای سرعت دادن به کار بوده، رقابت برای کیفیت نبوده، در صورتی که تو زمان قدیم خیلی روی کیفیت اهمیت میدادن. من حتی میدونم کارهایی بوده تو زمان قبلیم که یک ماه طول میکشه تا این کار دوبله شه، ولی الان در حال حاضر حتی با توجه به این داستانه کرونا هم که اومده گاهی وقتا یک کار در عرض 3 تا 4 روز 5 روز داره دوبله میشه و خروجی داده میشه و میگم ما تون اوایل ابتدای وارد خود من که وارد این کار شدم ما افرادی رو داشتیم به عنوان ناظر کیفی و این آدم ها می اومدن کار رو یه بار می دیدن ایرادای کار رو برطرف می کردن و به دوستان می گفتن برطرف می شد، خطای کار خیلی می اومد پایین، ولی در حال حاضر نه کسی به عنوان ناظر کیفی نداری، کار میره دوبله میشه، خروجی میشه و تحویل سایت ها میشه و اونجا بازبینایی هستن که به عنوان شاید ناظر کیفی کار نباشن، به عنوان کسی هستن که کار فقط نگاه میکنن، حالا ممکنه جمله ای جا افتاده باشه، یه مورد از باند ایراد داشته باشه، ولی اون در واقع کیفیت اون کیفیت استانداردهای قدیم نیست و فقط به عنوانی بوده که کاری بودی که برای بیننده ها فقط وارد سایت ها شده و بیننده ها دارن اونو میبینن.
یعنی این خصوصی سازی یه مقدار باعث به خاطر جو رقابتی که وجود داره، خب حالا چه از لحاظ مالی چه از لحاظ دیگه، باعث میشه بله. که افراد سعی کنن یه کاری رو انجام بدن سریعتر از کسی دیگه که بیاد تو بازار یا یه بله. سفارش رو بگیرن، و چون کنترل کیفی هم نیست، حالا کنترل کیفی شاید به خاطر هزینه ها هستش که برون حذف میشه، و از طرف دیگه چون شما اون سینماهای بزرگا ندارین که بتونین رو پرده بزرگ فیلمتون رو ببینین، اینم یه نقطه منفی هستش برای اینکه کار به صورت خصوصی سازی شده یعنی. اما در گذشته خب این مشکلات کمتر بوده، و در گذشته های ما کارهایی داریم که بتونیم بگیم به عنوان با استانداردهای جهانی خیلی مساوی بوده یا برگزیده شده در دوبله های قدیمی سینمای ایران؟ آره، ما توی دوبله های مخصوصا دوبله های فیلم های خارجی که وارد ایران می شد، به قدر کیفیت دوبله ایران خوب بوده که بعضی از این در واقع سوپر استارا و ستاره های جهانی از خود دوبلرای ایرانی تقدیر و تشکر میکردن. در واقع آره، این که من بتونم یه فرهنگ غربی یا بتونم یه در واقع بازیگر غربی رو به عنوان یه نفر که کسی داره ایرانی صحبت میکنه به جامعه ایرانی معرفی کنم، خب خیلی به نظرم کار سختیه، چون به نظرم اینکه تفاوت‌های عمده‌ای که دوبله با در واقع بازیگری داره این که شما به عنوان یه شخصی که روی صندلی نشستی پشت یه میکروفون و داری حس و بازی رو اجرا میکنی که شاید اون بازیگر توی دویدن، شاید توی حرکات بدن، حرکات صورت اونو اجرا کرده، حالا شما میای از اون تجربت استادید استفاده میکنی، یه کاری دوبله میکنی و جامعه ایرانی اونو قبول میکنه و بازیگر رو به عنوان کسی که داره فارسی صحبت میکنه. و ما زمان قدیم داشتیم خیلی از بزرگای ما تقدیر شدن توسط بازیگرایی که در واقع بازی کردن و به جامعه ایرانی معرفی شدن. بله، من شنیده بودم اسمش یادم از یک کمدین خیلی معروف قدیم سینمای هالیوود بود که وقتی که دوبله کار دوبله فارسی ها رو فیلم خودش دیده شروع میگنی اونو میدیده میشسته قشقش شروع میکرده خندیدن، یعنی اینقدر حس جالبی از اون احساسی که اون دوبلر داشته انتقال میداده به بیننده میگرفته که در اصل کار خودش اونقدر نمیخندیده، یعنی تا این آره درست. آره داشتیم بزرگان دوبلهی که ببخشید من یه تماسش رو قطع کنم. خواهش میکنم، اشکال نداره. آره، نه. آره. خب. الان با ما هستین؟ آره آره با شما روی. بله بله بفرم. آره. من از جمله کسایی که میشناسم تو زمینه بازیگر بزرگی مثل حالا مارلون براندو بوده، آلن دلون بوده، یا حتی فکر میکنم جری لوئیس بوده، از اساتید بزرگ ما تقدیر کردن، یا فکر میکنم مثلا جان وین بوده. کسایی که وقتی دوبله های فارسی رو حالا شنیدن حتی اظهار داشتن به اینکه چقدر صدای فارسی خوب نشسته رو صورت من موقع بیان من موقع بازی من. من جری لوئیس گفتم، من اسمش آره. یادم نیومد ولی اون جری لوئیس این تو آره فکر میکنم اگه اشتباه نکنم. جری لوئیس و مرحوم حمید قنبری دوبله میکردن تو جایی که یادم. بله. آره و جا مثلا مارلون براندو رو که خدا بیامرز استاد جلیلمند دوبله میکردن. بله. و اینا واقعا بازیگرایی بودن که دوبله فارسی رو حتی من شنیدم که مثلا وقتی دیدن چقدر خوبه، چقدر با لبهای گویشی یا با اون آکسان گذاری که تو جملاته بله. چقدر حس به بیننده خوب منتقل کرد. بله، به هر حال یاد همه این هنرمندانی که در میان ما نیستن به خیر هستش و ما همیشه با خوبی و شادی از اونها یاد میکنیم. جناب آقای کاظمیان، اگه مطلب دیگه ای هستش که من از شما نپرسیدم و شما دوست دارین در موردش صحبت کنین، ما گوش میدیم، بفرمایید. خیلی ممنونم از شما که باعث شدید منم وارد این مصاحبه بشم. حالا با توجه به تجربیات خودم، حالا صحبتایی که کردم ممکنه خیلی چیزها رو نگفته باشم، یعنی شاید حضور ذهن نداشتم، ولی میگم یکی از بزرگترین آرزوام همیشه این بوده که کاش میتونستم این در واقع گروه های مختلفی که در حال در کنار هم دارن کارو انجام میدن، چون اتحاد و کنار هم بودن این دوستان واقعا از نظر کیفیت کاری، از نظر بالا بردن سطح کیفی کارها کمک میکنه به اینکه ما حداقل بتونیم دوبله رو پیشرفته تر، حرفه ای تر بازم تو سطح جهانی ادامه بدیم
و اینکه میگم حالا اینکه تو قالب یه صنف اگه بودم ما میتونیم از مزایایی که این صنف داره برخوردار بشیم. در پایان فقط میتونم بگم یه آرزوی در واقع همیشه سلامتی و موفقیت روزافزون برای همه دوستان دارم و اگه حالا صحبتی کم گذاشتم، یعنی چیزی که حضور ذهنم بوده و کمتر گفتم، دوستان منو ببخشن. خیلی سپاسگزارم از شما. ما حتما شما را در برنامه‌های بعدی دعوت خواهیم کرد. میزه گرد کارشناسانی مثل خودتون در پیشن اوارد سعی می‌کنیم داشته باشیم که لاغر این دغدغه‌ای که شما الان در موردش صحبت کردین شاید با تشکیل میزه گردهایی و صحبت افراد کارشناس قدیمی‌ترها با تجربه‌ترها و جوان‌ها با هم دیگه بتونه به یک راهکارهایی کشیده بشه. امیدوارم که همینطور بشه. متشکرم. از شما سپاسگزارم آقای کاظمیان و برای شما موفقیت، شادی و سربلندی آرزومندم. همچنین برای شما برنامه خوبتون، باز هم اگه امری بود من در خدمتتون هستم. خیلی لطفه. سپاسگزارم. بینندگان عزیز پرشن اوارد، از شما هم سپاسگزارم که با ما همراه بودید. تا دیداری بعد، روزگار بر شما خوش. خدا نگهدار. Cut out.